سلام، ماهین هستم. میخوایم دوره وب اسکرپینگ رو با هم شروع کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مباحث کد نویسی، برنامه ها و مثال ها، یه سری پیش نیاز ها رو با هم مرور میکنیم به لحاظ نرم افزاری ببینیم چه چیزایی نیاز داریم و یه سری مفاهیم رو با هم چک میکنیم توی فصل اول. بعد میریم سراغ مثال های کاربردی و اون چیزی که قرار در پروژه کاربردی باهاش مواجه بشیم. از مفهوم خود وب اسکرپینگ که شروع کنیم، طبق تعریفی که توی ویکی‌پدیا داریم، توضیحی که داده، وب اسکرپینگ یه جور استخراج داده از وبسایت هست و دسترسی به ورلد واید وب به صورت مستقیم و استفاده از هایپر تکست ترانسفر پروتکل یا از طریق یک وب براوزر، که اینا فکر کنم مهمترین موضوعاتش هستش. ما هم تو کار خودمون سعی میکنیم این دوتا مفهوم رو، تفاوتهاشون رو، نقاط ضعف و قوتشون رو معرفی کنیم و توی پروژه هر دوی اینا رو به کار بگیریم. از موارد دیگه که میخوام چک کنیم قبل از اینکه کار رو شروع کنیم این هستش که پایتون طبیعتاً روی سیستمتون هست. یک بار چک میکنیمش تو خط فرمان. تو ویندوز یا لینوکس فرقی نداره، لینوکس که پایتون داره، توی ویندوز چک میکنین پایتون داشته باشین و دستورات هم که طبیعتاً کار میکنه. بسیار خوب، من خارج میشم. یه چیز دیگه هم که بد نیست چک کنیم، دستور پیپ هست که برای نصب پکیج ها ماژول ازش استفاده میکنیم. مثلا دستور پیپ فریز رو اگر استفاده کنیم، قاعدتا بایستی اون چیزی که تا الان نصب شده روی نسخه پایتونمون رو بهمون نشون بده. به همین ترتیب شما هم احتمالاً بعد همچین چیزی داشته باشین. مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم IDE هست. برمیگردیم اینجا و بریم سرچ میکنیم روی پایتون IDE. IDE یک کمی سلیقه‌ایه. میدونم که بالاخره همتون تا حدودی پایتون کار کردین، طبیعتاً با IDE ها آشنا هستین. من IDE هایی که پیش از این کار کردم، VS Code هست، اتم هست و PyCharm هست. ولی اگه بخوایم IDE رو پیشنهاد بدم بهتون، پایچارم رو پیشنهاد میدم، چه توی ویندوز چه توی لینوکس و توی بقیه سیستم عامل ها. توی این دوره هم از پایچارم استفاده میکنیم و سعی میکنیم که بهترین مواردی رو که میشه توی بحث مثال ها و اینا با هم دیگه کار کنیم، مرور کنیم. یه نکته آخری هم بگم در مورد موضوع وب اسکرپینگ. حالا که وب اسکرپینگ قرار چه کاری انجام بده، اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم، تعامل برنامه‌ای که ما می‌نویسیم توی پایتون با دنیای خارج از خودش که شامل وب میشه یا سرورها میشه یا وب سرویس ها میشه، همه اینا در درون دنیای وب اسکرپینگ وجود دارن. و وقتی بخوایم از حوزه داخل برنامه، داخل اون لوکال ماشینمون خارج بشیم، بایستی دانش داشته باشیم در مورد وب اسکرپینگ و کار با اطلاعاتی که روی وب وجود داره. حالا در کنار این موضوع در نظر داشته باشیم که چون قراره با دنیای روبرو بشیم که یک دنیای تقریبا بی‌نهایت از داده ها هست
و قالب ها و فرم های مختلفی ممکن توی این داده ها وجود داشته باشه، احتمالاً چالش های زیادی هم داریم. یعنی توی پروژه های کاربردی چیزی که باش مواجه میشیم یک فرم مشخص نیست، یک قالب خیلی مشخصی نیست، مثل مفاهیم مثلا دیتابیس نیستش که ما بدونیم مثلا داریم با MySQL کار میکنیم یا اوراکل کار میکنیم یا پوستگرس کار میکنیم، و هرچند اونجا هم چالش هایی وجود داره ولی یک قالب مشخصی تقریبا تعریف میشه. ولی توی دنیای وب ما ممکنه با هر چیزی روبرو بشیم، یه مقداری گستردگی کار بیشتره، پس چالش ها هم بیشتره. پس اینو بدونین که دوره آموزشی یک چیزه، پروژه های واقعی یک چیز دیگه هستن و طبیعتاً عنصر چالش همیشه توی کار ما وجود داره. سعی میکنیم که توی دورمونم چالش هایی که بیشتر ممکنه باهاش روبرو بشین رو معرفی کنیم و راهکارهایی رو براش ارائه کنیم. توی ویدئوهای بعدی میریم سراغ بحث راه اندازی IDEمون و به همین ترتیب گام به گام توی مسیر جلو میریم.